12:20 ظهر امروز بعد از 8 سال ایر فرانس پروازهاش از پاریس به تهران رو از سر گرفت. از سرگیری پروازهای این شرکت هواپیمایی به تهران اونقدر برای این شرکت و فرانسه مهم بود که وزیر حمل و نقل فرانسه و مدیر این شرکت هواپیمایی پیش از پرواز در سالن ترانزیت این فرودگاه حاضر شدند. وزیر حمل و نقل فرانسه در مراسم کوچیکی که به مناسبت راه اندازی دوباره این خط در فرودگاه برگزار شد گفت خط هوایی تهران پاریس نویدی برای تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی با ایرانه. قرار 3 پرواز در هفته مسافران ایران رو از فرودگاه شارل دو گل پاریس به فرودگاه امام خمینی تهران برسونه. رئیس ایر فرانس میگه در صورت افزایش درخواست ها تعداد پروازهای هفتگی هم افزایش پیدا خواهد کرد. 70 سال از اولین پرواز ایر فرانس به تهران میگذره و روابط این شرکت هوایی با ایران در این سالها فراز و فرودهایی داشته. آخرین دردسر ایر فرانس برای از سرگیری پروازهاش به تهران اعتراض مهمانداران و خدمه زن این شرکت نسبت به اجبار در رعایت پوشش اسلامی هنگام خروج از هواپیما در تهران بود. ایر فرانس اعلام کرده بود که احترام به قوانین و عرف کشورهایی که به اونها پرواز میکنه از اصول بنیادی این شرکته. سرانجام بعد از چند روز کشمکش مدیریت این شرکت اعلام کرد حضور در پروازهای تهران برای مهمانداران زن اختیاریه و مهمانداران زنی که مایل به پرواز به تهران نیستن میتونن این ماموریت رو با پروازهای دیگه ای عوض کنن. با سرگیری این خط هوایی حالا کسانی که قصد سفر به ایران رو دارن انتخابهای بیشتری برای پرواز به تهران خواهند داشت. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، فرودگاه شارل دوگل پاریس.